بانگیمون از جامعه جهانی خواست تا امکان دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را برای پناهندگان اردوگاه یرموک که در جنوب دمشق گرفتار شدند فراهم کند. در شرایط وحشتناک سوریه، اردوگاه پناهندگان یرموک شبیه قعر جهنم است. پس از 2 سال محاصره بیرحمانه، 18,000 پناهنده فلسطینی و سوری در این اردوگاه توسط داعش و سایر نیروهای افراطی به گروگان گرفته شده است و پناهگاه تبدیل به اردوگاه مرگ شده است. اردوگاه یرموک چهارشنبه پیش مورد حمله پیکارجویان دولت اسلامی داعش قرار گرفت و به رغم مقاومت فلسطینی ها به کنترل کامل داعش درآمد. یرموک در سال 1948 در پی جنگ عرب و اسرائیل برای پناه دادن آوارگان فلسطینی ساخته شده است. در همین حال روز پنجشنبه در حمایت و همبستگی با ساکنان این اردوگاه، گروهی از مردم شهر غزه به خیابان‌ها آمدند و خواستار حفاظت از جان ساکنان یرموک شدند. آنچه در یرموک اتفاق می‌افتد یک تراژدی انسانی برای فلسطینی‌ها و جامعه بشری است. و نجات ساکنان اردوگاه نیاز به مداخله تمام نیروهای فعال عرب و غیر عرب در جامعه بین‌المللی دارد. روز پنجشنبه یکی از مقام‌های ارشد فلسطینی گفت برای شکست محاصره داعش و نجات ساکنان یرموک از دست پیکارجویان با دولت سوریه به توافق نظامی رسیدند. از سوی دیگر در روسیه دومین دور مذاکرات صلح سوریه بین گروه‌های درگیر روز جمعه بی‌نتیجه پایان یافت. روسیه یکی از متحدان نزدیک بشار اسد رئیس جمهوری درگیر جنگ سوریه است. شیده رضایی، صدای آمریکا.